مولای مهدی مجاهد از سمت استخبارات ولایت بامیان بر کنار و کار بلال به جای وی مقرر شده است. آیا مولای مهدی در جای دیگر معرفی شده است یا نه؟ سلام بر شما بیننده و شنونده سنترال افغانستان هستید 27 جنوری و برابر با هفته دلوی 1400 هجری شمسی است. پس از آن که سمنگانه معاون سخنگوی گروه تا از مولای مهدی به عنوان رئیس استخبارات سابق ولایت بامیان در یکی از پوست های فیسبوکی و تویترش یاد نمود گمانزانه های بیشتر در مورد برکناری آقای مجاهد در شبکه های اجتماعی از سمت استخبارات ولایت بامیان بیشتر شد این ما منابع رسمی تایید میکنند که مولای مهدی مجاهد از سمت استخبارات گروه تا در بامیان برکنار شده است منابع نزدیک به مولای مهدی مجاهد نیز در گفتگو با سنشال افغانستان تایید کردند که آقای مجاهد به سمت معاونت حل منازعات ریاست عمومی استخبارات گماشته شده است در همین حال تلویزیون بامیان نیز از قول صبور سیغانی سخنگوی ولایت بامیان خبر تبدیلی مولای مهدی را از ریاست استخبارات این ولایت تایید کرده و گفته است که او به یکی از پست‌های ریاست عمومی استخبارات گماشته شده است هرچند که منابع رسمی تا حال در مورد تقرری جانشین و در بامیان چیزی نگفتند و تنها سیف رحمان محمدی رئیس اطلاعات و فرهنگ بامیان به رسانه ها گفته است که ممکن است قاری بلال به این سمت گماشته شو شود اما منابع از داخل ریاست استخبارات بامیان خبر تقرری قاری بلال را تایید کرده و میگوید که قرار بود و امروز رسما با به بامیان بیاید و شروع به کار کند ولی ظاهرا به تعویق افتاده و قرار است که وی فردا به با بامیان آمده و به این سمت معرفی شود گفته می شود که قاری بلال از ولسوالی سرخ پارسای ولایت پروان است و همچنان و قول منابع او از خانواده شهید مصطفی کاظمی است قاری بلال در روزهایی که غنی حکومت را به امارت تسلیم کرد با مولای مهدی به با بامیان رفته بود و گفته می شود روابط نیز با همدیگر دارند او بعدا به عنوان معاون قمندانی استشهادی یا انتحاری ها در کابل گماشته شده بود مولای مهدی در حالی از ولایت بامیان برکنار می شود که در چندین ماه گذشته او با برخی از افراد در بامیان تنش های داشته است از جمله با مولای مقبول مسئول ارشاد و دعوت این گروه چند هفته قبل مولای مقبول که مسئول بخش ارشاد و دعوت گروه تا در ولایت بامیان هست بالای مولای مهدی حمله کرد و تصمیم داشت رو به قتل برساند اما موفق به این کار نشد و سوی محافظان آقای مجاهد بازداشت و به ولایت انتقال داده شد در نهایت با پادرمیانی حیاتی که از کابل آمد این مسئله حل شد اما بعدا آقای مجاهد به دلیل مشکلاتی که در بامیان و بین خودشان پیش آمده بود به زادگاهش در بلخاب رفت چند روز بعد از آن والی گروه تا در ولایت بامیان به زادگاه مولای مجاهد در بلخاب رفته و از وی خواهش نمودند تا دوباره به وظیفش در بامیان Barga, ¿verdad?